اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در تتمه درس گذشته روایاتی را که من خیلی از سابق یادداشت کرده بودم، اینها را خواستم مطرح بشیم. درباره این بود که آیا مواد روی زمین توانایی اداری معیشت مادی انسانها را خواهد داشت، نخواهد داشت. گذار ما به مسئله اسراف افتاد. یک دو سه روایت درباره اسراف عرض میکنم که معلوم بشه که نارسایی از عقل ما انسان هاست، نارسایی از عقل معاش ما انسان هاست، نه اینکه خداوند متعال مردم را بدون روزی آفریده باشد. فرمود که ابو عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله و سلام علیه فرمود که آیا میبینید اترا ان الله ائتمن رجلا على مال یقول له ان یشتری فرسا به 10,000 درهم و یجزیه فرس به 20 درهم و یشتری جاریتن به 1,000 و تجزیه جاریتون به 20 دینارن ثم قال لا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفين. آیا گمان میکنید، آیا باور میکنید، آیا چنین فکر میکنید که خداوند متعال مرد را اختیار مال را برای مرد اینقدر عنایت کند که به 10,000 درهم اسبی بخرد در صورت اسب 20 درهمی برای او کافی است؟ 10,000 درهم، 10,000 درهم، خدا بگه بخر میتونی بخری، 10,000 درهم اسب میتونی بخری در صورت که 20 درهم برای او کافی است، و جاریه خادمه ای را به 1,000 بخره در صورت که به 1,000 دینار، در صورت که 20 دینار خدمتکار 20 دیناری هم برای او کافیه. و وقت بعد فرمود که لا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفين، از اون طرف نهی از اسراف بکنه، از اون طرف تجویز کنه برای کسی که 20 دینار مثلا اسب براش کافیه، بگه بله به 1,000 دینار میتوانید. شما از اینجا مقایسه بکنید ببینید در اقتصاد چه میگذرد. اسراف مردم درباره مواد اقتصادی چه خسارت های جبران ناپذیر به بار می آورد. معتب یا معتب، این چیزش دقیق ضبطش در نظرم نیست، میگوید ابو عبدالله علیه السلام فرمود، امام صادق، در حالی که قیمت گندم در مدینه بالا رفته بود، وقد تزید السعر بالمدینه یا وقد تزید السعر بالمدینه، وقتی در مدینه قیمت گندم بالا میرفت، میفرمود ما چقدر گندم داریم. عرض کردم به مقدار که چند ماه برای ما کفایت کنه گندم داریم. فرمود بیرونش کن و اونها را بفروش، اون گندم ها را بفروش. عرض کردم که یا ابن رسول الله در مدینه طعام نیست، یعنی غلات نیست، یعنی که مقدار کمبود داریم. فرمود بهو به تو میگم بفروش، بفروش دیگه، حالا تو به من فلسفه داری میگی، به تو میگم بفروش. قال بهو،
فلم ما بعتهو وقتی که فروختم قال اشتر مع الناس یوما بیوم با مردم دروز روز به روز بخر گندم را و فرمود قوت عیال منا توشه عیال منا نصفشا جو و نصفشا گندم قرار بده زیرا خداوند میداند من میتوانم برای اونها گندم اطعام کنم ولی دوست دارم خدا مرا در حال تقبیر معیشت یعنی زندگی منطقی ببیند. خب دیگران ندارن، دیگران کمبود دارن، من همشان نباید گندم بخورم و ببر بفروش. حتی روایت زیاده، فقط قمت کشان میخوام چند تا روایت هست عرض کنم که معلوم بشه که اسراف چی کاره هست. این ضرورت مراعات اقتصاد، البته این درس ما تقریبا معترضه میشه. ابوالبختری میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا نان ما را مبارک فرما. حتی نان به عنوان تعیین مصداق بسیار بارز قضیه است و الا همه معاش. اللهم بارک لنا فی الخبز، در نان، نان ما را مبارک فرما. فانه لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا. اگر نان نباشد، یعنی اگر اقتصاد جامعه منظم نباشد، ما نه نماز میخونیم نه روزه میگیریم و نه سایر واجبات خدایمون را ادا میکنیم. اینقدر اهمیت داره قضیه اقتصاد، اینقدر ضرورت داره. این هم در نظر داشت باشید. این هم خیلی جمله مهمی است، البته از البرکه فی فضل السعی و الحرکه، من از اونجا نقل کردم. میفرماید که اگر قیامت به پا شود و در دست یکی از شما نهال کوچکی باشد، در صورت که بتواند نیاید به طرف محشر تا اون را بکارد، اون نهال را بکارد بیاید به محشر. یعنی اینقدر اهمیت داره قضیه اقتصاد. خب پیش از اینکه قولم عرض بکنم، بعد این جمله را تفسیر میکنم. یکی از راویان میگه خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودم، یک نفر داشت به قبای امام صادق نگاه میکرد. حضرت فرمود که در همین جاز روایتش حضرت فرمود که مالک تنظر اینه، چرا نگاه میکنی به قبای من؟ از کت قب الملقن فی قمیسک، وصله ای دارم میبینم در پیراهنت. اونجا کتابی بود، حضرت فرمود که اون کتاب را باز کن، مثلا فلان صفحه را باز کن. باز کرد، نوشته بود وجد نافی حکمت آل داوود انهو من لا خلق له لا جدید له. ما در حکمت آل داوود دیده ایم هر کس که کهنه ندارد تازه ندارد. آخر امکان داره انسان همه ازش تازه بشه؟ با اینکه تولید تدریجی، مواد محدوده، انرژی ها محدوده، همه چی من تازه باشه. وجدنا فی حکمت آل داوود انه من لا خلق له، خلق یعنی کهنه، لا جدید له. در حکمت آل داوود دیده این ما که هست هر کس که کهنه ندارد تازه ندارد. من گمان نمی‌کنم به یاد شما ها بیاد، ولی از پدرانتون بپرسید. اینقدر در معاششون مسائل، این مسائل را مراعات می‌کردند، این لباس،
حداقل یک سال دیگه در بدن من دوام خواهد آورد. اینا نیندازم دور. این کفش دو تا میخ میخواد. دو تا میخ اگر به این کوبیده بشه، این کفش یک سال، پنج ماه، شش ماه دیگه کفش خواهد بود برای من. اینها به نظر نمی آید، ولی وقتی جمع آور کردید در اقتصادهای کلام ثمرش در میاد. این روایت الان مدشه عرض میکنم، بعد بیاییم سر اون روایت دیگه. اون روایت مصرفین، اینا من چند جا نقل کردم، چند تا مرمشه سند داره که آیا میبینید خداوند به انسان تجویز کند مثلا یه خانه 10,000 دیناری را در صورتی 1,000 دیناری براش کافیه، یه اسب 1,000 دیناری را در صورتی 100 دیناری براش کافیه، این تجویز را بفرماد، بعدم بگوید که بله ان الله لا يحب المسرفين. متن روایت همون طور که عرض کردم که اون راوی نگاه کرد به لباس قمیص امام صادق علیه السلام، دید که وصله ای افتاده است، وصله ای هست. امام صادق فرمود چرا نگاه میکنی؟ گفت که یبد رسول الله وصله ای در لباس شما هست. حضرت فرمود که اون کتاب را باز کن ببین. کتابی اونجا بود، باز کرد و در اونجا نوشته بود وجد ما فی حکمت آل داوود، ما در حکمت آل داوود دیدیم، هر کسی که کهنه ندارد تازه ندارد. این الان همینجاست و میترسم وقت بگذره پیداش میکنیم بعد از درس. روایت دیگری هست که خیلی معروفه، اون هم باز معلومش که چقدر بحث اقتصاد و معیشت در اسلام اهمیت داره. میفرماد که اعمل دنیا که انمک تعیش و ابدا و اعمل آخرتک که انمک تبوت و غدا. عمل کن، کار کن، به دنیایت گویی ابدی در این دنیا زندگی خواهی کرد. اعمل دنیا که انمک تعیش و ابدا. چقدر بدآموزی ها شده در این مسئله تفکیک ماده از معنا، تفکیک دنیا از آخرت، در صورت که همین دنیا سکه ما قبل همون آخرت هست، روی اون سکه هست که حضرت فرمود، گفت که ابن رسول الله ما خیلی کار میکنیم، کشاورزی میکنیم، به دنیا مشغول شدیم. فرمود برای چیه این؟ هدفش را گفت، گفت برای عیالمون، آیلمون، این چه آخرته؟ این آخرته، این دنیا که نیست که. به هر حال این روایت خیلی مهمه، روش میشه کار کرد، روش میشه اصولی را تمییز داد و تشخیص داد و در جامعه مطرح کرد. ای مل دنیا که انک تعیش و ابدا، به دنیا یکچنان زندگی کن، عمل کن که گویی برای ابد زندگی خواهی کرد، و برای آخرتت چنان عمل کن که گویی فردا از این دنیا خواهی رفت. یک بار دیگه من اون روایت رو میگم، مدرکشام براتون عرض کنم که 4 الوافی، وافی بنویسید، وافی مولا محسن فیض رحمت الله علیه، نقل از کافی، صفحه 3 جزء 16. روایت اینه: بعضی از اصحاب فضل ابن کثیر المدائنی امن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام انه دخل علیه بعض اصحابه، بعضی از یاران امام صادق وارد شد خدمت امام صادق، فرعا علیه قمیصا فیه قب قد رقعه، پیراهنی دید که در اونجا مثلا شکافی سوراخی بود که اونا وصله کرده بود، رقعه یعنی وصله کرده بود، فجعل ینظر الیه، اون شخص داشت نگاه میکرد، فقال له جویل تو فداک قب ملقن فی قمیسک، پیراهن شما اینطور وصله و اینها، فقال له اضرب بیدک الی هذا الکتاب فقر ما فی، این کتاب را بردار و بخون اون کلام تو اون هست، و کان بین یدیه کتاب او قریب منه، گویا نسخه روایت دو جوره،
و جلو او کتابی بود یا نزدیکای او یک کتابی بود. فنظر الرجل فیه، عمر در اون کتاب نگاه کرد. فاذا فیه لا ایمان له لمن لا حیا له، کسی که حیا ندارد ایمان ندارد. ولا مال لمن لا تقدیر له، کسی که اندازه‌گیری و حسابگری در زندگی ندارد، مال مشروع ندارد، این مجبور خواهد شد که مشروع غیر مشروع را به هم قاطی کنه. ولا جدید لمن لا خلق له، تازه‌ای ندارد کسی که کهنه‌ای ندارد. و از این روایات پر زیاد. به هر حال این جمله من امروز با این تذکیری که عرض کردم تمام میشه. ولا یحصی نعما اهل عادون، که عمده هم عرض کردم اون حاسش عرض کنم این گرسنگی ها. البته آیه شریفه که میفرماد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. خود اینها برای جوشوندن حیات و برای جدیت در حیات، که اینطور نیست که بریشیدید وسائل زندگی بیاد تو دهان شما بریزن، با یه لیوان مرصع خیلی زیبای قشنگ، نه خیلی، باید تلاش کرد، کوشش کرد و کوتاهی کنید از دستون میره، کوتاهی کنید زندگیتون مختل میشه. حتی بعضی از حکما و بزرگان، شاید مضمون بعضی از روایات هم باشه، که دردهایی که در بدن عارض می شود، خود اون دردها بزرگتر حکمت ها داره و اون هشدار به این که این قفسه بدن نگهداری می خواد. این یک زنگ خطره، این یک اعلان خطره که برای نگهداری حیات در این قفس مادی و در این دنیای مادی نگهبانی دائمی میخواد، کوشش دائمی میخواد، تلاش دائمی میخواد. این مسائل قحطی ها که در قرون اثار اتفاق افتاده، اگر غیر اختیاری باشه، خب گاهی میشود از روی روایتی است که اینم باز در همجا من نقل کردم، من وجد ماء و ترابا ثم افتقر ابعده الله، کسی که خاکی یا داشته باشد، آب داشته باشد، باز فقیر باشه، خدا او را از رحمت، قوم را از رحمت خودش دور کرده. روایت خیلی معتبره، من وجد ما ان و ترابن ثم افتقر ابعده الله، لابد ابعده الله ان رحمت، رحمتی است دیگه. عجیب، اینقدر در دقت به مسائل اقتصاد در دین مقدس اسلام دیده می شود که حتی بعضی از مخالفین نوشته این دین دین مادی است، دین زندگی مادی است. بعضی از مخالفین اسلام اینقدر به عالم اقتصاد، عالم ماده اهمیت داده. مقصود این است که اون که گاه گاهی قحطی ها انسان ها را فرا گرفته است، گرسنگی ها فرا گرفته، خود اونها بزرگتر هشدار اگر در غیر اختیارشون باشه، اختیاری باشه که خودشون مسئولن، کشت کار نکنه یا مثلا تجارت منطقی نکنه، در صنعت کوتاهی بکنه، او هیچ، او مسئول است و عرشبت مجرم هست و خودش باید جواب این جرمش ها در روز قیامت بدهد و به تاریخ و به نسلهای آینده خودش باید جواب بدهد. که متاسفانه گاهی هم دیده میشه که قصور بنابر، اما اون چه غیر اختیاریه، مثلا زلزله ها، بلایای طبیعی، اینها از یک جهت دارای حکمت های بسیار بزرگی است. اولا
بر مبنای نظم هستی جهان، جهان ماده و حرکت، تلاقی مواد و حرکت حرکت هاست. این یک چیزه و ضمناً استفاده می شود برای انسان ها هشدار اخطار که با مسامحه زندگی رو باید در آورد. زندگی نمیاد بره تو جلوی ماها و سلام. در دردام همینطوره و به اضافه این که باز بشر در این حالات ناگواری بله یه مقدار از رو خاک ور میخیزه و یه خورده بله نه آقا مسائل دیگری هم هست. خدایی در کاره، ماورای طبیعتی در کاره، مشیتی در کاره. اینا هم نتایج بعضی از نتایجش. حتی ایده من دیدم نمیشتن که این ناگواری ها، درد ها، آزار ها، اضطرابات، حتی اضطرابات روانی اگر طرف عاقل باشه میتونه خوب بهره برداری کنه، خوب میتونه استفاده بکنه، در صدد رفعش بر بیاید. مقدار زیادی از دانش‌های بشری روی نیازها و روی دردها کشف شده. چه حکمتی بالاتر از این؟ ما کوتهبین ها، ما انسان هایی که واقعا همین جلو خودمون رو داریم میبینیم، درد آمده سر میره بالا فیلسوف میشیم به سرعت. برای چه؟ چطور شد؟ من یه مثالی از بکنم که اون مثال این مسئله را در حل این مسئله بسیار بسیار مفید. زیادم از شما سوال خواهند کرد و شاید هم تا حال خیلی سوال کردن. این مسئله همین هاست و با تا اونها زلزله ها، خشکسالی ها خیلی هم زیاد بوده. خب این از نگاه عدالت الهی و فلسفه الهی چگونه باید تفسیر بشه؟ طبیعی است که خیلی ها به زانو درمیان در مقابل این سوال، چون از کردم فقط همون درد ها میبینه دیگه، علل و اهداف و پدیده های مقارن همزمان اینها را که دیگه درک نمی کنیم. چرا؟ علتش این است که عینک ما حیات عینکیه. ما از زندگی مطلوب خودمون یک عینکی قشنگ پاکیزه میسازیم، میزنیم به چشمامون، تمام داوریمون روی همون زندگی مطلوب خودمون هست. اشراف پیدا نمی کنیم به حقایق، احاطه پیدا نمی کنیم به حقایق. همین مقداری که میخواهم ما اجازه داده از عینکی ساخته ایم. یه مقدارم محیط سیغلش کرده، فرهنگ های حاکم در محیط اون وقت زده به عینک ما، اون وقت فلسفه می بافیم که علیاذ بالله به خدا هم تکلیف معین می کنیم گاهی. توجه فرمودید یا نه؟ مسکین ابن آدم، بینوا اولاد آدم. قضیه چیه؟ الان اینجا که نشسته ایم تصور بفرمایید که یه خبری آمد، یه خبری بیاد، خبر صادق درست، که چه نشستی تمام کهکشان ها به هم خورده، تمام کیهان رو زیر رو شده، اون کهکشان فلان شماره میره اون ور، نمیدونم خط شیری داره میره اون طرف، کازارها جاهاش رو عوض کردن، فضاها به هم خورده، جاذبیت ها به هم خورده، چه شده. حالا من از انسان ها میپرسم اینجا، از شما میپرسم که چی کار میکنید اینجا؟ میگید خب آقا رصدگاه داریم، رصدگاه های بزرگ جهانی، بین مجابه بیم قضیه چی از نظر علمی. آقا اینجا دانشمنده، قشن دانشمند، ببینیم از نظر علمی چه علی پیش آمده است که این تغییرات در این فضای بیکرانه اتفاق داده است. چیه جریان؟ قضیه چیه؟ اما اگر تو کوچک میرفت پاش بخوره به یه آجر یه ذره زخمی بشه سر انگشته، ما هم نفهمیدیم عدالت خدا چیه. آقا پاش درد گرفت، فیلسوف شده، چه فیلسوفی؟ دیدید عینک چه عینکیه؟ محدود، اولاد آدم محدود، خیلی فکرش محدود.
پسرم افتاد مرد. بلا واقعا همبری اشخاصی که خورده بدبینن در فصفه زندگی حق با اونهاست، پسر من افتاد مرد، خب گور به گور بشه. در مقابل حکمت بزرگ الهی، در مقابل مشیت قاهره الهی، در مقابل نظم بزرگ هستی، پسر من هم میمیره، دختر تو هم میمیره، همسر تو هم میمیره، همسر من هم میمیره، همه رو به فنا، همه در فراز و نشیب. این جریان در نظر داشت. آقا چرا اینجا فیلسوف میشید؟ اونجا دانشمند میشید. حالا آقا بریم ببینیم در فلان رسنگار چه میگوید درباره این تغییرات. اما به شرط که اون تغییرات یک مورچه‌ای زیر پا نمونه ها، یعنی یه حیات کوچیکی، یه زندگی، زیست زندگی به خطر نیفته، زیست کوچیکی به خطر نیفته. خیلی هم خوشحال میرن در رصدگاه ها مطالعه ببینیم چه شده چیه. اما آقا تب کرده، آقا پاش خورده به یه سنگی، زره زخمی شده. درباره عدالت خدا میخواد صحبت کنه، درباره عشرت که قاعده لطف میخواد صحبت کنه که آقا عدالت لطف خدای کجا رفت، زیرا بی امروز بنده پام درد میکنه. بارکلا، اینه کوتاه بینی انسان ها. این بیدانید که چقدر اینا بیروخ میکشن، چقدر این سوال را میکنن برای این مثل است. اون قهت و قلاها، اونها هشدارهای بزرگی هستند، آزمایشات هستند. بعض اوقات قهد و قلاها تصنعیه. خدا گذشتگان را بیاموزه. پدرم میگفت اون قهدی ساری خیلی گذشته، گفت قهدی که تمام شد گندم ها را آوردن بیرون، بوی رطوبت گرفته بود تو انبارها. آردش کردن خمیر قابل استفاده نبود. این قحطی مثلا ممکنه 2000 تا تلف داشته، 100000 تا تلف داده. 100000 تاش 98000ش مال آقایان بود است که گندم را احتکار کرده بودن. بعدی اینها را درست تحلیل کنید، احساس خواهید کرد که بلا یحسی نعما اهل آدون، همون گونه که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمودن، نعمت های خداوندی بی پایان. التزام در قانون هستی این نیست که 80 سال 90 سال اونطور شما میگید باید اونطور زندگی کنید. نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. یک کمی بیرگاه اونو وسیع کنیم آقایان، یک کمی به مردم اثبات کنیم که دیدگاه ها باید وسیع باشه. بله، اگر اختیار در کار باشه مسئولیم، ولو یک سنگک سبحانه، یک سنگک سبحانه، نصف سنگک سبحانه که میتوانیم به دست بیاوریم، خودمون را، آینمون را اداره کنیم، نیاوردیم مسئولیم. هیچ جای نصف سنگک. ولی اون چی که بر طبق قوانین هستی انجام گرفته، بر طبق قوانین کیهان بزرگ انجام گرفته است. یک باز مثال از میکنم برای اینکه این مسئله خیلی براتون پیش میاد. فرض کنید الان میبینیم لامپ خاموش شد، لامپ بالا سر ما. خب طبیعیش اینه که دردبارت بذاریم ببینیم این چشه. میبینیم نه، اشکال سر این نیست. خب ببینیم در سیم ها اتصالی هست، اونها رو میگردیم نه، سیم ها اتصالی نداره. این طرف اون طرف، حتی میبینیم کنتور رو هم میبینیم، میبینیم نه اونجا بیشکال نیست. حتی مجاز باشیم مثلا از اون دم در که وصل شده به برق، اونم میبینیم نه. ولی وقتی مربوط باشه به خود کارگاه مولد برق، به من چه مربوط؟ البته میتوانم تلفن کنم که این چیه قضیه، اگر اونجا مسئله وجود داره به شما سب کن، به شما خواهد گفت تحمل کن، سب کن، اونجا دیگه از اختیار من شما خارجه. حد کردم یه اختیار تلفن هم داری، مثل اختیار دعا و نیایش ها، اونم داری. اما وقتی که مربوط به اونجاست، به شما که مربوط نیست، میخوره به اصل قانون هستی. اگر اولاد آدم را به جهت
این زیاده طلبی که دارد به حال خود بگذارد، میگه اصلا خدایا عدالت این است که مرگ را منتفی کن. مرگ بد چیزی ها، بفرد فرماشاید گرد که خدا نشسته فقط منتظر دستور من و شما. این مرگ اگر منتفی بشه خیلی خوب میشه. اصلا اگر اجازه بدید همه ثروت قارون داشته باشن، اگر هم صلاح باشه همه مثل حضرت یوسف زیبا، زیباشو مثل حضرت یوسف باشه. میگه دیگه این تو دل هست، خداش میدریم نمیشه ابراز نمی کنیم، بلا تو دل همه هست که آرزوها مطلق برآورده شود، خواسته ها مطلق برآورده بشود بدون اشکال. این مسلم است که مال جهالت آدم است، اولاد آدم است، درباره منطق هستی و درباره نظم هستی. خب این جمله تا حدودی بس باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. البته صفحه آیان که مطالعه خواهید فرمود جلد دوم، ما الان رسیدیم صفحه 27. ولا یؤدی حقه المجتهدون. ها اینم از کنم که از بزرگتر نعمتها یکیش توجه به این است که خدایا دستگاه تو با عظمتتر از آن است که با داوری های من زیر و رو بشه. چه نعمت بزرگیه، همچنان که حمد و شکر چه نعمت بزرگیست. حتی رسیدن به این حقیقت که خدایا ما عاجزیم از شکر تو، ناتوانیم از حمد تو، باز داخل همون است که ولا یوسی نعما اهل آدون. این حالت یه حالت بی نهایت در درون اولاد آدم به وجود میاد که خدایا ما عاجزیم از شکر تو، ناتوانیم از سپاس تو. در حال اون لا یوسی هم معنای ریاضی دارد که کمیت ها و هم معنای کیفی داره، فقط عدد نیست. امواجی از فعالیت های حیاتی و روانی که انسان نامیده شده است در مقابل مقام ربوبی احدیت که همه جهان هستی با کهکشان های پویا و با انسان های بیشمارش چیزی جز مشتی کوچک از یک لحظه مشیت او نیست. تعال الله قدیمی کو به یک دم کند آغاز انجام دو عالم. چجور میخواید حق او را این همه هستی با این عظمت که تاریخ انفجار کهکشان هاشا شاید تا 14 میلیارد سال رسوندن، یک کوچی چیز بره مختصر با یک کاف و نون، ای امر تو را نفاذ مطلق با یک کن، و میخواییم حق این خدا را ما ادا کنی با دو رکعت نماز، با یک مثلا خدا خدا گفتن. بله اگر چه دل در جریان باشه میتواند کاری انجام بدهد، ولی ولا یؤدی حقه المجتهدون. ما اون خدای ما فوق زمان بی نیاز از علت ها، بی نیاز از هدف گیری ها که ما انجام میدهیم. چطور میخواییم حق او را ادا کنیم که خود در صدد برآمدن این که میخواییم حق خدا را ادا کنیم خودش یکی از حقوق اوست. بنابراین تسلسلیست بی نهایت. اگر میخواییم دقت کنیم بس چه بهتر در این فکر باشیم، یعنی ارتکازی همیشه این نیت داشت باشیم، میگه خدایا در این جهان پر محتوا در حق تو گوتوریم و در نعمت تو گوتوریم. نیز هر نیروی که برای کوشیدن در راه او بسیط شود و هر راهی که برای وصول به ادای حق او در نوردیده شود جزی از حق اوست که ادا کردن آن برای انسان امکان ناپذیر است. در سه مورد از آیات فراوانی که در قرآن وارد شده است این موضوع مطرح شده. و ما قدر الله حق قدره، آنان خداوند را اونطور که شایسته است به جا نیاوردن. و ما قدر الله حق قدره،
مالکم لا ترجون لله وقارا. چه توبیخ عجیبیه، سوال استفهام، استفهام توبیخیه. مالکم چتونه، چیه جریان تو ای اولاد آدم مغرور؟ در این حال خیلی بزرگ، چه خودش با دست خودش خودش ها کوچک کرده. چیه جریان تو، چیه؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. خود امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و حضرت رسول صلی الله علیه نسبت داده شده از هر دو بزرگوار، منتهاش جمله از پیغمبره. ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک. این البته مضمون اون وقت از امیرالمومنین و ائمه طیبین و طاهرین فراوان اومده. خب به جای آوردن حق یک حقیقت با دو چیز انجام میگیرد: یک، درک و دریافت و محاسبه کامل درباره اون حقیقت. اگر اندک ناتوانی در درک و دریافت و محاسبه یک حقیقت وجود داشته باشد، بدون تردید حق شناخت اون حقیقت ادا نشده است، که خیلی روشنه. بدون جهت که احاطه درک و دریافت و محاسبات ما درباره اون مقام شامخ امکان پذیر نیست، لذا ادای حق معرفت رو برای ما امکان پذیر نخواهد بود، که پیامبر فرمود ما عرفناک حق معرفتک. دو، به جای آوردن حق یک حقیقت با نظر به رابطه ای که میان انسان، اون چه از کردم دو جا بود ها، من سه جا از کردم، اشتباه کردم، یکیش همین بود که و ما قدر الله حق قدره، یکی هم این بود که مالکم لا ترجون لله وقارا. و من یه خود اونجا را با سرعت گذاشتم، ببخشید من برگردم اونجا دو کلمه دیگم عرض میکنم، که بعد اون وقت تمام این مردم این چه در شرق و غرب حسابشا بکنید، درباره خدا با نظر منفی میاند یا شک، مشمول این آیه هستن. خدا را نمیشناسن، نمیفهمن طرق دریافت خدا چیه، نمیشناسه. یک دم مفاهیم تخیلی را تو مغز خودش جا داده و برای اونها ارزشیابی مبالغه و بینهایت کرده، مدار حقیقت یابی همون تخیلات قرار داده درباره خدا، در صورت که نمیداند که ما قدر الله حق قدره، خدا را به جا نیاورده است. و لا ترجون لله وقارا، به جا نیاورده. لذا میفرماد و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. بداند خشیت قطعی از خدا، بشناسد عبادت و گرایش به او قطعی، بشناسد دائما احساس این که در پیشگاه خداست قطعی، نمیشناسد. لذا اینا در ذهن داشته باشید، بعدها اگر در کتابهایی که مطالعه میکنید درباره خدا به این مسئله میرسید که حقش را ادا نمیکنند، ولا یعدی حقه، چه از نظر انکار وجود چه از ناحیه تحلیل، اول بگرد ببین خدا رو چه مطرح کرده برای خودش، خدا چیه. همونی که در 5-6 ساله عرشبت که در شبهای زمستان نشستن و پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگش براش عرشبت در باری خدا به اصطلاح مطلب اونها را داره در 80 سالگی بعد از طی هزاران مراحل علمی همون خدا را میخواد مطرح کنه. بگیرید بچه ها، بگیرید دینیم کدام خدا شما مطرح کردی؟ خدای 80 سال پیش ها، چیه خدای تخیلی، تصوری، تخیل، توهم به تو القا شده؟ الان پدر منطق ریاضی هستی، الان این همه فلسفه ها خوندی، باز ملاک خدا او را قرار داده ای که در 4-5 سالگی پدر بزرگت، مادر بزرگت به تو القا کرده به عنوان یک احساس وظیفه حکی، احساس وظیفه حکی یا احساس حکی. این
داشته باشی اینو. خیلی مثلا مهمه، واقعا مهمه. خدای ابراهیم را مطرح کرده، ابراهیم خلیل را، یا خدایی که عرشبت ساختن و پرداختن رو به وسیله طرق بسیار محدود آمده به شما منتقل شده، درباره اون میخواهید بحث کنید؟ کدام خداست؟ این ها انشاءالله در نظر داشته باشید. شاید بشود گفت حل خیلی از مشکلات در مسائل الهیات که امروزه در شرق مطبع همینجاست. بیدان لطفای تعریفی نگفتیم، چشم، خداوند جیز و فصل نداره، حد تام غلط درباره او دریافت داره. فرمید با یه مفاهیم التزامی از صفاتش به ما خبری بده، بعد دربارش بحث کن. اون خداست که از درون از یک طالب گذشته، او رو داری بحث میکنی که لم اعبد رب من لم اره، خدای راش ندیدم من عبادتش نکردم، او رو داری بطرح میکنی، یا یه خدای ساخته شده کذایی را؟ به هر حال این در نظر داشته باشید و روش دقت کنید در آینده، مخصوصا طلبه های جوان عزیز ما یا دانشجویان، گزارتون به این مسائل قطعا خواهد افتاد، قطعیه. اول میگم آقا یواش سبه میبینه، تعریف کن. نگفتیم تعریف منطقی اونچنا که در تعریفات اجسام، تعریفات ماده و مادیات، نه، اونو نمیخواییم از تو. چی چی در ذهن توست؟ از اون طرف یک برهان فقط اینه، اگر خدا را دریافتید مفهومش را ولو اجمالا، دلیل بر وجود نمیخواد، دلیل وجودش توی خود همین مفهومه. بفرمو اینم یه آدم عادیست، مخترع هندسه تحلیلیه، شاید بعد از بیداری غرب دو نفر را از بزرگترین شخصیت ها در غرب بشماریم، یک شب همینه. استدلال چیه؟ همونی که امام حسین علیه السلام عرض کرد، ان غیر که من الظهور ما لیس لک، در دعای عرفه، حتی یکونه هو المظهر لک متا غبت تا تحتاج الی دلیل. او اونجا در ذهنش فطرت او در ذهنش اینطوری خطور کرده، میگه یا بگویید ما خدا را دریافت نمی کنیم، ما هم با شما سخنی نداریم، خدا حافظ شما، هازا فراغ و بینی و بینک. اگر دریافت کردید دلیل احتیاج به اثبات وجود نخواهی داشت، چون قیاس آتامه ها یه خود از اون بالاتره. قیاس آتامه ها در منطق میخونیم، مثالی که زده شده اینه، مثلث تصور فرمودید احتیاج داره به اینکه استدلال کنید که سزلیه؟ اصلا سزلی در به نظر رو نیمده، مثلث به ذهنتون نمیاد. مثلث ماهیتش سزلیه دیگه، کوه، فراز، نشیب تو ذاتشه. آقا استدلال کنید ببینیم چرا کوه فراز و نشیب داره؟ اصلا فراز نشیب داره، کوه نیست. چرا مثلث سزل داره؟ بفرمایید ببینیم از کیش مثلث‌ها سزلی شده اند، علتش چه بوده، دلیلش چه بوده، استدلال کنید. خب بریش آدم میخندن هم شرفی بزنه، بگو بس مثلث رو من دریافت نکرده ام. این دریافت چیز کنید که خیلی هم با اظهار فضل و به اصلاح امروزی با جس بیا، بلی چون که خدا را ما عرشبت خدا از این جهت یک مسائلی برای خودش بیچاره مطرح کرده و دارد در این مسئله به این روشنایی اظهار نظر میکنه، خب بگو آقا دریافت نکردم. وقتی دریافت نکردی کسی شاید اجبار نمیکنه شما را، عقل میگوید دریافت نکرده حکم نکن، اگر بمونه جاش، اگر بی اعتنایی به عقل در اینجا، اگر بی اعتنایی به وجدان، عقل و وجدان را بایگانی نکنه، برو کنار. حالا چه کسی حرف گوتر و حرف را گوش نمی، چی میگی؟ والا گوش نمی آقا، این من، این نفس گوش نمیده حرف تو را، جناب عقل و جناب وجدان برو کنار. ولی اگر او باشه خواهد گفت آقا اول ببین چیه، کدوم موضوع را داری بحث میکنی روش. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.